رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. مرسی از وقتتون. دلیلی که بهتون زنگ زدم اینه که من، ما سه تا بچه هستیم، برادر من فرزند سومم، دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم. با برادر اولم 10 سال تفاوت سن دارم، برادر دومم هم 6 سال. من الان در حدود 10 سال میشه که با برادرم صحبت نمی کنم. شما چند سالتونه؟ من 51 سالمه. برادر وسطی که خب اونه که معلومه چند سالشونه. بفرمایید شما از کجا تلفن میکنی؟ از لس آنجلس. چه مدتی از امریکا هستی؟ 35 سال. داستان ازدواج و ایناتون چیه؟ من همون 34 سالی که ازدواج کردم، دو تا فرزند دارم. فرزند اولم ازدواج کرده، فرزند دومم نه هنوز 26 سالشه تو خونه با من هستش. فرزند اولم هم 31 سالشه ازدواج کرده. پسرم یا دخترم بچه ها؟ هر دو پسر هستن. اوکی، حالا اون کاری ندارم. داستان ماجرای رابطه با برادر چیه؟ یا برادران چیه؟ ما به خاطر مسائل ارث و مسائل خانوادگی با همدیگه داستان خیلی طولانی الان 10 سال. نه نه، داستان نمیخوام توضیح بده. من مگه شما این قصه رو شما شنیده؟ من 500 تاشو شنیدم. اگزکتلی. حالا بنابراین بچه ها بعد از بعضی هاشون هم جالب اینه که از اول میان میگن ما هیچی نمیخوایم یا اصلا همه چیز مال توه، ولی بعدا مسئله پیدا میکنن. بنابراین خیلی عادی و طبیعی است که شما سر ارث و میراث پدر و مادر با هم اشکال و اختلاف داشته باشید. خب حالا اگر اون علتش بوده، آیا اون علت از میان رفته یا همچنان گرفتاری ها در مورد اون همچنان پابرجاست؟ بله دیگه، میدونین من دیگه به قول معروف عقب کشیدم، گفتم تو که سهمی ازتون نمیخوام. فقط همین که مادرم خیلی سلامتیش، مادرم سر این موضوع گذاشت، یعنی این که مامان من به خاطر این دعوای بین بچه ها دمنشا گرفت. البته به اون دلیلشون نگرفتن و رو به تقصیر پدر و مادر سب کنید. ما تو دنیایی هستیم که ایران به گونه ای در اینجا شد، کاملا پدر مادر میتونن قبل از در دوران حیاتشون شرایطی فراهم کنن که بعد از مرگشون اختلافی پیدا نشه، بعد کافیه یه مشورتی بکنن. در حال نکرده. حالا این به کجا رسیده؟ مشکل شما الان مسائل خانواده است؟ اینکه با برادرها صحبت میکنید چیه؟ اون دوتا کنار همن؟ با همن؟ اونام جدان؟ چه خبره؟ اون دوتا با همدیگه بودن، باز اونام دو مرتبه 2 سال 3 سال پیش به خاطر مسائل مالی با همدیگه صحبت نمیکنن. ما با همدیگه بعد از اینکه مادرم ماه جولای گذشته خورد زمین و دیگه مادرم رفت ریهب و اینجور داستان رو فکر کردیم مامانو داریم از دست میدیم و منم ایگو رو گذاشتم کنار، با برادرها شروع کردیم صحبت کردن، ولی اون دوتا برادرم با هم صحبت نمی کنن. من تلفن زدم با برادرها، یه جورایی صحبت برقرار کردم، ولی فقط در مورد پدر مادرمون با هم دیگه صحبت میکنیم. یعنی اگر که هر موقع با هم کاری داریم به هم زنگ میزنیم که بیشترم من باهاشون تماس میگیرم، چون که من از کارهای دکتر مامان و بابا اینا تکر میکنم. مشکلم الان اینه که برادر بزرگم هفته پیش به من تلفن کرد و گفت که بیا با همدیگه بریم بیرون، پدر مادرم رو ببریم با همدیگه ببریم نهار بیرون، و من از این موضوع خیلی سورپرایز شدم که چه خبره. وقتی که رفتیم بیرون دیدم برادرم به انگلیسی به من جلوی مامانم بابام میگه که من یه مریضی گرفتم که چند سال دیگه بیشتر زنده نیستم. یه حالت مثل خداحافظی بود، مثل اینکه داره با همون خداحافظی میکنه. چیزی که توی این 35 سالی که من آمریکا هستم تا حالا اتفاق نیفتاده بود که برادرم به من بگه یا بریم نهار بیرون با هم دیگه با پدر مادرم. من ببخشید مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم، متاسفانه وقتم 10-11 دقیقه است. ولی جزئی سورپرایز شدنتون مسئله من نیست. حالا برادر داره میگه که من یه بیماری گرفتم چند سال دیگه فوت میکنم، شما چرا به حساب خداحافظی گذاشتید؟ ایشون که چند سال دیگه زنده است. به خاطر چه بیماری است که اینقدر ALS
مریضی هستش که عصب ماسلا رو میخوره و ماسلا رو میکشه در واقع، و این موضوع دکتر گفته که 5 سال بیشتر زنده. چیزی که هست، برادرم اومد اینو به من گفت و گفتش که فقط خانومم میدونه و تو، و من نمیخوام هیچ کس دیگه از این موضوع با خبر بشه. شما باید راز ایشون رو هیچ نمیخواید، شما راز ایشون رو باید نگه دارید، نه چیز مهمیه نه جالبه، نه دونستنش برای کسی جز احساس درد و رنج و غم چیز دیگه تولید نمیکنه. نگید برای انتخاب اونه. یعنی من نباید اینو با برادر وسطم که با هم اصلا به هیچ وجه، برای که مریضی اونه که تصمیم میگیره از این بیماری میخواد چگونه بهره برداری کنه. شما برای چی وارد این بحث بشید؟ یه موضوع تازه‌ای برای اختلاف و دعواست. شما میتونید باش صحبت کنید، خواهش کنید، بگید شاید بهتر این باشه برادرمونم بگی، خودت بگو، ولی شما نباید بگید. شما میتونید توصیه کنید، توضیح بدید، هی فکر کنید در حالی که خودتون دارید که او بگه، بار رو از رو دوش شما برداره، بعدن موجب گله و شکایت نباشه. خواهش کنید که تو به اونم بگو، ولی اینکه شما تصمیم بگیرید برای دیگری که حقشو ندارید عزیز، ابدا. نه به پدر مادر نه به اونا. من پدر مادر الان چند سالشونه؟ مادرم 82 و پدرم 88. بنابرای اونا که اصلا قرار نیست درگیری همچین ماجرایی بشه. بله. چیزی که هست یعنی سعی کردم با برادر بزرگم رو راضی کنم که بیا این رو برادر کوچیکم بگیم و این دم آخری که دیگه مثلا تو داری میری این آرزوی پدر مادرم برآورده کنیم، با هم صحبت کنیم. میگه من به هیچ عنوان حاضر نیستم که با اون بندر. نه ببین، از اولا برادر شما نمیره، برام پیشرفت‌های علمی رو نمیدونیم، برام حرف از چند سال آینده است. دوم اینکه فقط به پدر مادر شما دلشون خوش باشه که دو تا برادر با هم آشتی کردن حرف میزنن. بر توصیتون رو میپذیرم، مثلا حسن نیتتون و توصیتون میپذیرم، ولی انتخاب برادر بزرگتونه نه شما. اوکی، من فهم این احساس میکنم این منو انداخته توی یه دونه تورنیدو. یعنی 10 سال ما با هم صحبت نمیکنیم، بعد یه دفعه من زنگ میزنه که من دارم 5 سال دیگه میمیرم. من نمیدونم مثلا چرا اصلا اینو به من گفت. شما فکر میکنید چرا اصلا اینو به من گفت؟ بعد میگه فقط من نمیدونه. خب آدم ها دلائل مختلف خودشون از خودش میتونید بپرسید، چون 20 تا دلیل داره که ای بسا 10 تاش قابل تا حدود قابل قبول، 10 تاش هم نه. بعد اصلا از کجا که راست باشه؟ راسته، منم اول فکر کردم داره دروغ میگه. من که نمیدونم، میگم همه احتمالات هست. شما از کجا مطمئنید که هست؟ وقتی که راجع به بیماریش خوندم، روی گوگل خوندم، دیدم که تمام علائمو داره. و یعنی چی؟ علائمو داره. آیا زمینه ارثی هم داره؟ نه، این مریضی متاسفانه اصلا ارثی نیست. یعنی نمیدونم، متاسفانه خوشبختانه شاید یک انسان تو 1 میلیون این مریضی رو میگیره و ناشناخته است. براش هم هیچ نوع دوایی وجود نداره و زجر مرگ تدریجیه. اصلاهای بدن از کار میفته. یه چیزی شبیه MS هستش ولی سریعتر از MSه. من متاسفانه نمیدونم. بذارید یه سوال بگم، شما چرا مشکل ارث و میراث پیدا کردید در حالی که پدر مادر هر دو زنده هستند؟ به خاطر اینکه پدرم یه دونه خونه خریده و تمام بیزینسش و همه رو به اسم اونه که برادر وسطیه کرد، و من به پدرم گفتیم که تو تا وقتی که زنده ای این خونه رو یه وصیت‌نامه یه چیزی بنویس که وقتی که از دنیا رفتی این خونه رو ما بدونیم که تقسیم بر 3 میشه. و پدرم گفت من کارو نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی فقط میخوام بدم به پسر وسطی؟ بله.
و سر موضوع مقدار درگیری. خب اون که خب اولا نظر خب پدر مادر هست، البته میدید قوانین برخی از کشورها یا مذاهب اینه که شما 100% حق رو برای تقسیم اموالتون ندارید بعد از مرگتون، البته مثلا فقط 30% یه سومش رو، ولی اون بحث من نیست. ولی آدم ها اگر زنده هستن، اگر پدری تصمیم بگیره یا مادری همه ثروتشو به یکی از بچه هاش بده، که کسی نمیتونه مانعش بشه، نظر قانونی نظر شرعی. تنها حرف این است که چرا، و خب این چرایی میتونه دلایل مختلف داشته باشه. چرا شما فکر کنید چرا پدر اینو فقط به برادر وسطی داده؟ به خاطر اینکه میگفت تو که دختری شوهر کردی حق نمیگیری. برادر بزرگم هم که الان همین برادرم که مریض هستش، همیشه خیلی بلند پروازی داشت و پدرم میگفتش که این پولی که ما آوردیم آمریکا براش بیزینس کردیم، با سختی زحمت کشیدیم، زندگی جدیدی ساختیم، من نمیتونم توی ریسک بذارم با بلند پروازی تو. و اون برادر وسط هم به قول معروف بچه حرفشنای پدرم بود. بنابراین پدر فکر کرده حفظ سرمایه خانوادگی از این طریق بیشتر و بهتر میشه. بله، آیا این پول هنوز برای اونا مطرح اهمیت داره یا نه؟ چون ببینید زمان من اضافه پول دارم، حالا به این بچه‌م یا اون بچه‌م نمیدم، یه زمان یه نه من با این زندگی هم دارم میکنم. من نفهمیدم بالاخره ماجرا. خب پس بنابراین خب حق داره دیگه. ممکنه پدری فکر کنه که 3 تا بچه دارم ولی یکی از بچه های من اگر پول رو بهش بدن به دلیل شناختی دارم، حالا میتونه درست یا غلط باشه، نه پول رو آتیش میزنه نه زندگی ما رو به هر حال به هم میریزه، بعدم اینقدر شاد حتی خوب و مهربون باشه که سهم مثلا خواهر برادراش هم بده. درست. اونو من نمیدونم. بله وقت در زمانی که اونا خب پس اگر هست بیخورید داری دوام کن. شما نگرانی و مسئلتون باید متاسفانه بیماری برادر باشه که امیدوارم هم معالجه بشند و بهبود پیدا کنند، ولی شما هر کاری در این زمینه میخواید بکنید با خودش یا همسان. ما مشکلی راجع به این مسئله نداریم، همه چی حل شده، اما مشکل من اینه که سوال هم این بود که آیا من باید این موضوع رو با برادر وسطی مطرح بکنم. اصلا تردید نکنید از این جوابش. نه ما ببینید دو تا مشکل در جامعه هایی مثل ما در خاورمیانه داریم. یکی اینکه چیزی که به ما مربوط نیست و حق ما نیست و درست نیست رو مطرح میکنیم. یکی اینکه چیزایی که حق آدم ها هست ازشون پنهان میکنیم، مثل مثلا فرزندخواندگی یا طلاق پدر مادر یا بیماری ها. یعنی یه گرفتاری فرهنگی دو جانبه تو این زمینه داریم. شما باید امیدوار باشید که بیماری نباشه، بیماری هست راهی براش پیدا بشه و حداقل برادر از این بابت سالم و خوب و خوش باشن، شما هم راحت باشید، خودتونم اذیت نکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی دکتر، متشکرم. خدا نگهدار.